بسم المقام العظما دون یدی بلغاری حوف البیت حاج سعید طوسی و هذا الافتضاح ناموسی دامت اضافاته. بنده آیت الله سعید زرشکی هستم خدمت شما با برنامه خلوت احکام و سوالات شما. شبهه‌ای در یکی از سوالات برنامه قبل بود که بنده من باب تنویر افکار عمومی عرض میکنم خدمتتون. بیننده این نوشته بود که حالا مقام عظمای ولایت یک کار کردن، یک امضایی پای این سند برجام انداختن، بعد از گذشت یک سال بیایم یک جشنی بگیریم، یک گوسفندی سر ببریم، برجام به خیر و خوشی تموم بشه. که بنده همین موضوع رو از علما پرسیدم، همه متفق القول بودن که نخیر ما مخالفیم، چرا باید تاوان اشتباه یک خر رو یک گوسفند بیچاره بده؟ امیدوارم بیننده عزیز جواب این سوالش رو گرفته باشه. سوال اول رو میشتم حاج آقا بفهم. حاج آقا سلام عرض کردیم، شما در ابتدای فرمایشتون به آقای طوسی اشاره کردید. بله، خواجه نصیرالدین طوسی. نخیر. فردوسی طوسی. نخیر. والا ما همین رنگا رو بیشتر نداریم، شما میخوای برو یه دوری بزن، شاید جای دیگه رنگای بهتری داشته باشه. نه حاج آقا سعید طوسی. آه سعید طوسی، حاج آقا مداد رنگی، بله بفرمایید. سوالتون بفرمایید. میخواستم بدونم با توجه به شرایط اساس کنونی و آبروریزی هایی که برای نظام به بار اومده، ما برای ایشون چیکار باید بکنیم؟ اولا که ما 37 ساله که در شرایط اساس کنونی به سر میبریم. ثانیا چون نمیخواد کاری بکنیم، چون خودشون مشغولن، اما احمدان است که ایشون یه حموم آفتاب بگیرن برنزه شن که کسی نتونه ایشونو تشخیص بده، سعید طوسی نباشن، سعید برنزه باشن. بتونن دور جدید کلاساشونو برگزار بکنن انشالله. بعد ببخشید، بالاخره با این حاج آقا سعید طوسی برخورد میشه یا نه؟ بله حتما که برخورد میشه. شما خاطر جمع باش، با همون شدتی که با پرونده اسید پاشی حسینی اخلاق در خانواده و امام جمعه کرج و قاضی مرتضوی برخورد شد، با حاج آقا سعید طوسی هم برخورد میشه. چه برخوردی برادر من، اصلا جرم اثبات نشده که. ولی حاج آقا شاکیانی هستن که اومدن داستانو تعریف کردن. بله شاکیان چون خودشون تعریف کردن و اعتراف کردن مجازات میشن، اما حاج سعید چون خودش چیزی رو تعریف نکرده آزاد میشه. یاد آقای احمدی نژاد بخیر، این سوالی که فرمودین یاد ایشون افتادم که اگر یه خبرنگار همین سوال ازشون میپرسیدن میگفتن بنده واقعا تعجب میکنم، آخه مشکل مملکت ما سعید طوسیه. نه یعنی شما خودتون تا حالا سعید طوسی نشدید؟ من که میدونم اینا همه بهونه است، به اسم سعید طوسی میخوام ولی فقیر رو رنگی بکنن. بله برو آقا جون، برو آقا جون بذار به کاسبون برسید. بله با سلام خدمت حاج سعید زرشکی، سوالم اینه که جرم اصلی آقای بابک زنجانی بالاخره چی بود؟ ما نفهمیدیم. حالا بنده معتقدم جرم اصلی ایشون تکخوری بوده، وگرنه که اختلاس که نمک نظام هستش که. بله یعنی ما هم میتونیم مثل آقای بابک زنجانی پولدار بشیم؟ کلن برای اینکه پولدار بشی باید رابطه ویژه با پدر داشته باشی، یا باز پدرت در اومده باشه، یا باز پدرت پولدار باشه، یا باز پدر بقیه رو در آورده باشی، یا اینکه پدرت سوخته بازی در بیاری، که البته ما تو نظام به خاطر شرایط تحریم با این دوتا آخری کار میکنیم. سلام حاج آقا، با توجه به اینکه انتخابات در پیشه، به لحاظ شرعی چه اعمالی انجام بدیم که شاهد حضور گسترده امت همیشه در صحنه باشیم و انتخابات پر رونقی داشته باشیم؟ والا بنده به عنوان قطره ای از دریای این امت همینجا اعلام میکنم که اگه نیروی انتظامی بیاد به هر خونه یه دیش ماهواره بده، لیدی گاگا رو بکنن مجری برنامه زلال احکام، جواد یساری تو مسجد جمکران قم بخونه، بازم کسی تو انتخابات شرکت نمیکنه. ببین کی گفتم من اینو، تولد کوروش باشه همه پایان، اما انتخابات. والا بنده به عنوان قطره ای از دریای این امت همجا اعلام میکنم که اگر نیروی انتظامی بیاد به هر خونه یه دیش ماهواره بده، لیدی گاگا رو مجری برنامه زلال احکام بکنن، جواد یساری تو مسجد جمکران قم بخونه، بازم کسی تو انتخابات شرکت نمیکنه. ببین کی من اینو گفتم، تولد کوروش باشه همه پایان، اما انتخابات.
یعنی نوت. حاج آقا ببخشید، سوالم اینه که آیا الکلی که تو تزریقات ازش استفاده میشه نجسه؟ دستت این همه سوال نمیشد سوالم. خب طرف دکتره چی بزنه آقا جون؟ عرق بیدمشک بزنه؟ گلاب کاشون بزنه؟ اصلا مشکل الکل است یا سوزنه است؟ چرا اینو میگم؟ بلایی به سر من آوردن تو این تزریقاتی ها که هر بار میخوام آمپول بزنم میرم به اون تزریقاتی التماس میکنم که آقا جان این دوتا آمپول بزن، اما خدایش انتقام این 40 ساله مشکلات کشور رو از من نگیر. بنده یه آخوند سادم، ماکسیموم اینه که میام تو این برنامه یه 4 تا سوال جواب میدم. گور پدر ولی فقیه کردن، گور پدر رفسنجان، گور پدر اون امام گور به گور شده کردن، اون آمپول اونجوری چیز. و سلام علیکم و سینه و ساته ول قمره ول شمسی.